به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دست ما قرار گرفت. نیویورک تایمز گزارش داده است که رهبری طالبان در قندهار تا دیدار با مقامات سازمان ملل گفته است که تمایل برای لغو فرمانهای محدودیت کننده علیه زنان ندارد. بر اساس این گزارش، رهبری طالبان کشورهای غربی را متهم کرده که با استفاده سیاسی از کمک‌ها ارزش‌های غربی را در افغانستان تحمیل می‌کنند. ماه گذشته فارن پالیسی گزارش داده است که یونما سفیران مقیم کابل را به تاریخ 5 دسامبر به مقر رهبری طالبان در شهر قندهار فرا خوانده است تا در مورد وضعیت افغانستان تبادل نظر کنند. فارن پالیسی به نقل از منابع گزارش داده است که این دیپلمات‌ها از سوی هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان احضار شدند. نیویورک تایمز بر اساس اسناد از جلسات دیدار مقامات سازمان ملل در ماه دسامبر با مقامات طالبان در قندهار گزارش داد که هیئت رهبری طالبان در حالی که خواستار از سرگیری برنامه‌های کمک رسانی شده، گفته که کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا از کمک‌ها به عنوان اهرم فشار برای تحمیل ارزش‌های غربی در افغانستان استفاده می‌کند. طالبان در بیش از یک سال گذشته دختران را از مکاتب و دانشگاه‌ها محروم کرده و در تازه‌ترین مورد طالبان گفته است زنان اجازه ندارند در سازمان‌های غیر دولتی کار کنند. یک طالب در آرزگان کودک 6 ساله‌اش را اشتباهاً کشت. حافظ مبین، سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در ولایت آرزگان، گفته است که این رویداد صبح شنبه رخ داده است. او می‌افزاید که پدر این پسر عبدالرحمن نام دارد و هنگامی که می‌خواست علای خود را پاک کند، این اتفاق افتاد. با گفته او، این کودک قبل از رسیدن به شفاخانه ولایتی در ترینکود مرکز آرزگان جان باخته است. یک عضو پیشین مجلس نمایندگان در کابل ترور شد. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، میگوید که مرسل نبی‌زاده، عضو پیشین مجلس نمایندگان، با یک نگهبانش در خانه‌اش در منطقه احمدشاه بابا مینه از مربوطات حوزه 12 امنیتی شهر کابل با شلیک گلوله از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شده است. سخنگوی فرماندهی امنیه کابل می‌افزاید که یک برادر بانو نبی‌زاده نیز در این رویداد زخم برداشته است. با گفته آقای زدران، تلاش‌ها برای بازداشت عاملان این رویداد آغاز شده است. هنوز فرد یا گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. مرسل نبی‌زاده عضو پیشین مجلس نمایندگان در نظام جمهوری بود. و در پایان، سقوط مرگبار یک هواپیما در نیپال. مقام‌های نیپال از سقوط یک هواپیما با 72 سرنشینان خبر دادند. می‌گویند که در این رویداد دست کم 16 نفر جان باختند. مقام‌های نیپال اعلام کردند که یک هواپیما با 72 سرنشین در فرودگاه پوکارا در مرکز این کشور دچار سانحه شده و تا لحظه تنظیم این خبر جسد 16 نفر از مسافران پیدا شده است. اما برخی منابع رسانه‌ای آمار کشته شدگان را 32 تن اعلام کردند. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر و درود.